آقای ایرج جنتی عطایی، آقای داریوش اقبالی، آقای ابراهیم حامدی، آقای کامرانی، آقای دارم میخونم، من رو حروف الفبا دارم میخونم. آقای مطیع، و آقای دکتر خوشنام، آقای دکتر خوشنام، بله قربان، نه خیلی قربان، بفرمید. من خواهش میکنم که برای تمام عزیزانی که هستند دست محکمی بزنیم که برنامه‌مون شروع کنه. بفرمید. خیلی متشکر و سپاسگزارم. ایرج جان خودت که نرفتی؟ خوشحالم در جلسه ای نشستیم و واقعیت پیدا کرده که ما مدت‌های مدیدی است می‌خواستیم این جلسه رو تشکیل بدیم و از ایرج جنتی عطایی قدردانی و سپاسگزاری بکنیم. چرا ایرج جنتی عطایی و چرا این مجموعه دوستانش که از نقاط مختلف دنیا اینجا حاضر شدند انتخاب شده؟ بحث گسترده‌تری رو به دنبال داره. من گوشه بسیار کوچکیش رو مطرح می‌کنم. زمانی که با دوستان مختلف، با جمعیت‌های مختلف ایرانی در کشورهای مختلف، اونهایی که کم و زیاد ایرج رو میشناختن یا مدتی دور بودن، مطرح میکردیم که بزرگداشت ایرجه، من اول بحث فرهنگیشو بکنم،
با همون تفکر فرهنگی میگفتن مگه ایرج مرد؟ نه ما که ایرج برامون نشسته. چرا که این بحث فرهنگی جامعه ماست، به دلیل اینکه هممون در دوران زنده بودنمون انقدر از همدیگه دوریم، انقدر به دلایل متعدد و متفاوت نمیخوایم با همدیگه باشیم، نمیخوایم همدیگه رو ببینیم، نمیخوایم که قدر همدیگه رو بدونیم، نمیخوایم که از انرژی هایی که وجود داره و این همه گسترده وجود داره استفاده بکنیم. صبر میکنیم طرف وقتی که از این دنیا رفت بلافاصله هممون بلند میشیم، هممون اظهار میکنیم که به من بسیار نزدیک بود، این آدم فلانی بود، چقدر با ارزش بود، چه بود چه بود. اون وقتی یه نوحه سرایی ها و داستان پردازی ها شروع میشه. ما آمدیم کار دیگری رو کردیم. این نه به دلیل اینی که قدر درگذشتگان خودمون رو ما ندونیم، نه، اونا جای خودشون رو دارن، اونا رو تمامی این فرهنگ براشون ارزش قائلن، ما هم ارزش قائل هستیم. ما آمدیم در اوج شکوفایی های یک فرد، کسی که به گردن یک جامعه‌ای حق داره، کسی که یک جامعه‌ای در رابطه با اون انتظاراتی داشته و از طرف اون این انتظارات برآورده شده، در هر زمینه‌ای، نه تنها مسائل فرهنگی، ما در زمینه‌های مختلف هم دنبال این تفکر خودمون میریم، یک همچین جلسه‌ای، یک همچین بزرگداشتی، یک همچین سپاسگزاری این نیرو و انرژی رو میده که ایرج جنتی عطایی که امروز اینجا پیش ما نشسته و در اوج شکوفایی خودشه، در حالتی که در جامعه خودش نمیتونه مثل بیشتر ماها که در اینجا هستیم زندگی بکنه و زیست درست داشته باشه و حقی رو به گردن اون جامعه داره، این انرژی مضاعف رو با این سپاسگزاری، با این قدردانی براش به وجود بیاریم که ایرج و ایرج‌های دیگه بتونن ادامه بدن به فعالیت‌های خودشون، به باز هم ادامه اون زندگی فعالی که وجود داشته. واقعیت امر اینه که اگر امروزی که این مجموعه اینجا نشستند و من افتخار حضورشون رو دارم، نگاه به همه اینها بکنیم، میبینیم که این آدم‌ها هر کدوم تو جامعه خودشون هنوز هم جایگاه‌های خودشون رو دارن، هنوز هم جایگاه‌های با عظمتی رو دارند که وقتی که در داخل ایران اسمشون میاد بهشون فکر میشه. و من خوشحالم که این جلسه که همین الان ما اینجا نشستیم داره از طریق رادیوهای مختلف بی بی سی و رادیوی صدای فرانسه، رادیوی امریکا، رادیوی دویچه وله، رادیو صدای آزادی پخش میشه. به مردم، به جامعه ایران این امید رو بدیم، این واقعیت رو مطرح بکنیم که ایرج جنتی عطایی به همراه تمامی دوستانش، به همراه داریوش، به همراه ابی، به همراه محمد مطیع، به همراه دکتر خوشنام، به همراه حمید قدیمی و به همراه تمامی دوستانش که وجود دارن همون فعالیت رو ادامه میدن. بدونن که اگر در داخل ایران امروز این امکان نیست که به دلیل اون فشارهایی که جامعه ایران رو در 20 سال اخیر، اون دوست دختر کوچیکی که اینجا از نظر جوانی نسبت به من حضور داشتن که من دارم نگاهشون میکنم، اعلام بکنم بله، متاسفانه به دلیل فشارهای وحشتناکی که تو این 20 ساله ساختمان جامعه ما رو دچار تلاشی کرده و زیر علامتهای سوالهای بسیار بسیار بزرگی برده، ولی این هنرمندانشون همچنان ایستادند، همچنان مقاومت میکنند و همچنان ادامه میدن. بدونن اگر اونجا این قدردانی که باید در ایران انجام بشه و من تردید ندارم اگر دیر بشه دور نخواهد بود، حتما انجام میشه، اگر اونجا نمیشه ما این رو به عهده میگیریم، این قدردانی و این سپاسگزاری رو ما از هنرمندانمون، از دوستدارانی که
کسانی که دوستشون داریم، براشون ارزش و اهمیت قائل هستیم، قدردانی و سپاسگزاری میکنیم. در حد توانمون به دنبال این میریم که از تمامی هنرمندانمون، کسانی که در هر زمینه اجتماعی و فرهنگی تو جامعه ایران حقی براشون هست، این حق رو ما در حد اقل خودمون ادا بکنیم. من خواهش میکنم که برای ایرج دست بزنیم به افتخار ایرج. صحبت بکنه، من خواهش میکنم که رویا چند کلمه ای رو که در مورد ایرج ما تهیه کردیم و نوشته شده خونده بشه و از خود ایرج بعد بخواییم که چند کلمه ای رو برای ما حرف بزنه تا بقیه دوستان. با تشکر، یک مصاحبه ای با آقای ایرج جنتی عطایی شده که من نقل قول از اون قسمت هایش رو میخونم براتون. ایرج جنتی عطایی در 19 دی ماه 1325 چشم بر جهان گشوده، در دانشکده هنرهای دراماتیک تهران و کالج چلسی دانشگاه لندن تئاتر و جامعه شناسی هنر خوانده و از بنیانگذاران گروه تئاتر مزدک در انگلیس و ایران فکر میکنم هستند. ایرج جنتی عطایی را بهترین ترانه سرای تاریخ معاصر و پیشاهنگ ترانه سرایی نوین ایران دانستند. ترانه های گل سرخ، جنگل، خونه، بن‌بست، دریایی، خوابم یا بیدارم، یاور همیشه مومن، پل و غیره، تاریخ ترانه و آواز دهه 50 در ایران را سرشار از عشق و خروش و فریاد کردند. جایزه ادبی فروغ فرخزاد به خاطر ارزش‌های هنری و اجتماعی ترانه‌های ایرج و به خاطر کوشش‌های بی‌دریغ او در راه فزونی فکر و توسعه فرهنگ از طریق موسیقی در سال 1351 به او تعلق گرفت، اما او این جایزه را به عنوان اعتراض به شیوه حاکم بر گزینش نامزدهای دریافت جایزه پس داد. نخستین نمایشنامه‌های ایرج جنتی عطایی گربه مرداد انتظار به کارگردانی فرهاد مجد آبادی و سوگنامه برای تو به کارگردانی خود او به ترتیب در کارگاه نمایش و خانه نمایش در تهران به روی صحنه رفته است. زخم های ما، منطقه ممنوع، فاخته دهان دوخته، پرومته در اوین، جنگ من، آه جنگ من، رستمی دیگر، اسفندیاری دیگر، پروانه‌ای در مشت و بازنوشته پرومته در اوین از دیگر نمایشنامه‌های ایرج به شمار می آید که به زبان‌های فارسی و انگلیسی در غربت منتشر و در تئاترهای معتبر اروپا از جمله رویال کورت، یانگ ویک، آلمیدا و لیریک در لندن و انگلستان اجرا شده. رادیو بی بی سی 4 پرومته در اوین را در می ماه 1995 تهیه و پخش کرده است که من باید بگم که بی بی سی 4 برای دوستانی که آشنایی ندارند با رادیوی انگلیس خیلی اختصاصی و خیلی انحصاراً برنامه‌هایش رو انتخاب می‌کنه و برای همه سراسر انگلیس رو پوشش میده که بعد World Service هم گاهی اوقات برنامه انگلیسی زبانش اونها رو پخش میکنه. پروانه ای در مشت و رستمی دیگر، اسفندیاری دیگر به کارگردانی خود ایرج در تئاترهای آمریکا، کانادا، نیوزیلند، استرالیا و بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله تئاتر کویسترز لندن اجرا شدند. بازنویسی نمایش پرومته در اوین به کارگردانی ایرج در یک گشت گسترده اروپایی به سال 1998 و نیز در فستیوال تئاتر کلن اجرا شد. گروه تئاتر آمستردام نوین، یکی از معتبرترین نهادهای تئاتری اروپا، ترجمه هلندی نمایشنامه پرومته در اوین را از فوریه تا آوریل سال 96 در 14 تئاتر در سراسر هلند به روی صحنه برد. همین نمایش به زبان آلمانی و به تهیه کنندگی گروه تئاتر شهر مونیخ در سال 90 در مونیخ اجرا شد. تازه ترین اجرای نمایش پرومته در اوین در جوان 99 با اجرای انگلیسی و به کارگردانی متیو جیمز در لندن به روی صحنه رفته است.
تازه ترین فیلم نامه ایرج، Sheltering the Enemy، همکنون برای بی بی سی در دست تهیه هست. مجموعه نمایش نامه ها، ترانه ها و شعرهایی که از ایرج جنتی عطایی در طول سالهای تبعید منتشر شدند بسیار زیاده و از دوستانی که اینجا حضور دارند من میدونم که همه در صحبتاشون به اونها اشاره میکنن. من دیگه تک تک نام نمیبرم، بیشتر اکثر نمایشنامه ها رو اسم بردیم. از خود ایرج خواهش میکنم که چند کلمه ای برای ما صحبت کنه. فقط من یه چیزی رو اضافه بکنم برای اینکه این صدا داره پخش میشه، بگم که در بین همه دوستان ایرج که اینجا نشستند واقعا جای گوش خالی است. با عرض تشکر، از من سوال کردن دوستان که مصاحبه میکردن که چه حسی داری که در چنین شبی با بزرگ داشت تو بلندتر بر کوتاهی قدم ببخشید باید اینجوری دارم روی نوک پاک نزدیکتر باشم. از من عرض میکردم که بعد از سپاس البته و تشکر، گفتم دوستان که بیرون در ضمن مصاحبه از من سوال میکردن که چه حسی داری راجع به این که شب برای تو بزرگ داشت گرفتن، گفتم که حس شرکت در یک تمرینه، برای اینکه بر اساس اون نکته‌ای که دکتر اشاره کرد راجع به مسئله فرهنگی، چون معمولا بزرگداشت رو بعد از درگذشت میگیرن، به نظرم اومد که شاید نوعی تمرین باشه برای اجرایی که قراره من توش نباشم. اینه که به همونطور هم که دکتر گفت جای دوستانی که نیستند من جمله واروژان، بابک بیات، پرویز مقصدی و دیگر دوستان من خالی است، اما شادم که در این شب کسی که نقش تقریبا بیشتر این ترانه ها رو او سروده و به اسم من منتشر شده در حقیقت همسرم شاهینم اینجاست و همینطور برادرم تورج که او هم از کودکی تا به امروز جز تشویق و جز حمایت و جز تحمل و بردباری و تعلیم عشق و گذشت چیز دیگه ای به من نداده، اون هم با من آمده و امشب اینجاست. منتها من برای اینکه خودخواهم و دلم میخواد که وقتی سخن میگم اونا رو ببینم ازشون خواهش نکردم بیان اینجا بشینن، چون من هی باید اینجوری صحبت میکردم. بله خیلی من حالی به هر صورت برگردم به موضوع، واقعا از تک تک دوستانی که آمدن از اقصی نقاط جهان و به ترتیب از اون که نشستن، آقای داریوش از آمریکا آمده لطف کرده، آقای دکتر خوشنام از یکی از دهات نزدیک کل، اسمش یادم نمیاد ولی چی؟ بون، ببخشید بون. آقای ابراهیم حامدی از سوئد و علی کامرانی از فرانکفورت، محمد مطیع نمیدونم که کجاست، نگران شدم. به هر صورت و دوستان دیگه‌ای که در جمع هستند، دلم میخواست که مقصدی عزیز میامد که گفت مرد
کتبی است و شفاهی نیست. دلم میخواست سیروس ملکوتی میمد اینجا میشست که نمیدونم چی شد، ولی به هر صورت دلم با آشونه و امیدوارم که همه تون شب خوبی رو با دوستان من داشته باشید. من یک عمر شانس اینو داشتم که نازنین ترین کارورزان ترانه در ایران کارهای ناقص و ناتمام منو تکمیل و تمام بکنن، خواننده هایی که نظیرشون کم به وجود میاد تبدیل شدن به حنجره های تاریخی ترانه های من، آهنگسازانی که آهنگ های زیباشون پلکانی شد برای بالا رفتن کلمات من، اگر بالایی وجود داشته باشه. به هر صورت بدون باروجان، بدون پرویز مقصدی، بدون بابک، بدون محمد اوشال، بی صدای گوگوش، بی صدای داریوش، بی صدای ابی، یحتمل کس دیگه ای الان اینجا ایستاده بود و بغضش رو فرو میخورد. متشکرم. ما امروز این شانس بزرگتر از ایرج رو داریم که این مجموعه ای رو که در پشت این میز نشسته تقریبا میتونم بگم که هیچ وقت پیش نیامده و این شانس بزرگ رو هم ما نصیب خودمون میکنیم. به اولین نفر میکروفون رو میدم، به داریوش، گرچه با اون آرم سال 2000 رو با بدبینی داریوش که ما خیلی خوش بینیم شاید که با سلام و درود خدمت شما، از اینکه من هم سهمی دارم در بزرگداشت کسی که خدمت به موسیقی ما کرده، باعث افتخار و خوشحالی منه. به قول آقای احمد شاملو میگن شاعر امروز باید بیباک باشه، هرچند او را بیم هلاک باشد. شاعر شعر نوین ما ایرج جنتی عطایی که جزو بنیانگذاران شعر نوه، شعر ترانه نوه، نوین ایرانه، دگرگون کردن در دگرگون کردن موسیقی ما نقش اساسی داشته. همیشه در جاهایی که برنامه داشتم اینو به کرات گفتم، موقعی که من یک ترانه ای از ایرج میخونم به مردمم توضیح میدم که این ترانه رو ایرج سروده، آهنگشو آهنگسازی ساخته، تنظیمشو تنظیم کننده ای انجام داده. نتیجتاً چهار عامل یک کارو خلق کردند در به وجود آوردنش. نتیجتاً متاسفانه نمیدونم، شاید تمام دنیا اینطوری باشه که فکر میکنن منی که شعر رو خوندم، آهنگ رو خوندم، فکر میکنم بنده هم شعرش رو سرودم، آهنگش هم من ساختم. ولی خب این اونایی که باید بدانم میدانن، من و ابی نازنین شعرهای ایرج رو فریاد زدیم، سعی کردیم حرف ایرج رو به گوش مردم برسانیم و من هم افتخار میکنم از شروع کارم، از 1349 اولین شعر من شعری بود که از ایرج نازنین داشتم و افتخار میکنم تا الان جزو
تیم او محسوب میشم. که ما یا در اینجا یا در جای دیگری این جلسه رو برای خود داریوش داشته باشیم. آقای دکتر خوشنام، اگر من ردیف رو رعایت نمی کنم میخوان آخر سر صحبت کنم. باز میکروفون اومد جلو و ما ترسیدیم. واقعا من سخنران خوبی نیستم، واقعا دلیلش هم اینه که خواننده خوبی نیستم، ولی همونجور که دارید شما گفتن، من ایرج به گردن من دین بسیار بسیار بزرگی داره. دلیل این که من بعد از 30 سال خوندن هنوز هم میتونم بخونم، دلیلش واقعا وجود ایرجه که از اول با شعر ایرج شروع کردم و ستون کاری من روی ایرج بسیار بسیار مستحکم کرد. باعث افتخار من است که واقعا امشب اینجا هستم و واقعا از صمیم قلب افتخار میکنم به وجود ایرج. همیشه هم گفتم ایرج اسطوره ترانه نوین مملکت ماست و ازش بسیار بسیار ممنونم برای تمام زحماتی که برای من و سایر دوستانش کشید. خیلی خیلی متشکرم. مرسی. البته اگر که ما عنوان قدردانی و سپاسگزاری میگذاریم روی این جلسه‌ای که داریم، این نه به اون معنی است که تمام جلساتی که ابی هست، داریوش هست، ایرج هست قدردانی نمیشه. ما بر اساس یک تفکر و اصالت یک هویت این برخورد رو به این قضیه میکنیم. اون آرزویی رو که من برای داریوش میکردم برای ابی میکنم. آرزو میکنم که این جلسه رو که مثل امشب هست برای این عزیزانم داشته باشیم. همونطوری که میگم، آرزوی اینه که بتونیم اون هویت فرهنگی خودمون رو به جامعه ای که در داخل ایران امروز زیر اون فشار واقع شده برسونیم و خوشحالم که با این جلسات این راه رو داریم باز میکنیم. آقای کامران، من در واقع غافلگیر شدم، واسه همینم تا رسیدم اینجا عینکمو برداشتم که شما رو نبینم. من نمیدونم راجع به چی باید صحبت کنم، چون ایرج به قدری بزرگ در ترانه سرایی و در تئاتر ایران که من کوچولو نمیتونم راجع بهش صحبت کنم. همونجور که داریوش عزیز و ابی عزیز صحبت کردن از ایرج، اجازه دارم بگم ایرج، چون سالهاست افتخار آشنایی باهاشو داشتم و در زمینه تئاتر